یه پنجشنبه دیگه است و دوباره میخوایم سری بزنیم به صفحه حوادث روزنامه ها و خبرگزاری های ایران و مهمترین اخبار هفته گذشته رو بررسی بکنیم. من امینم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدیم. خبر اولی که میخوام در موردش صحبت بکنم قتل بیتاست که هفته پیش هم بهش پرداخت. هفته گذشته جنایت تازه اتفاق افتاده بود و جزئیات کمی ازش منتشر شده بود اما در طی هفته در طی هفته ای که پشت سر گذاشتیم یه سری جزئیات بیشتر از این اتفاق منتشر شده که میخوام اونها رو با شما هم در میون بذارم برای اینکه بریم سراغ جزئیات جدیدی که منتشر شده باید بگم که من از دو تا منبع مختلف استفاده کردم که مطالب هر دو منبع رو براتون میخونم منبع اولی که ازش استفاده کردم خبرش رو توی سوم مرداد 1402 منتشر کرده. توی روزهای پایانی تیر ماه خبری توی شهرستان رزوان شهر گیلان میپیچه که اهالی رو به شدت به زده میکنه. اهالی معتقد بودن که این جنایت یکی از هولناکترین قتلهای سالهای اخیر توی گیلان ماجرا از این قرار بوده که عصر پنجشنبه کنار جاده امیرنامی میبیتا رو سوار میکنه میبرتش به یک مدرسه قدیمی مدرسه سوخته توی شهرک چوکا و اونجا با حالت قطاله بیتا رو از پا در میاره بعد هم با ریختن بنزین روی جسدش اون رو به آتیش میکشه و البته بعدش هم فرار میکنه بعد از اینکه این خبر منتشر میشه فرمانده انتظامی شهرستان میگه که 29 تیر یه دختر نوجوان توی این شهرستان به دست یک پسری به قتل رسید و مامورای انتظامی قاتل رو توی مخفیگاهش دستگیر کردن و تلفن همراه مقتول رو از جایی که قاتل مخفی شده بوده پیدا کردن. فردی که مرتکب این قتل فجیع توی رزوان شهر شده سابقه دوستی با مقتول رو داشته و به دلیل یک اختلاف دست به این جنایت زده اما خب جزئیات جدیدی که در مورد صحنه جنایت منتشر شده این شکلیه محل وقوع جرم چندین سال قبل یک مدرسه قدیمی توی شهرک چوکا بود که به دلیل سهلنگاری انگاری آتیش میگیره و تبدیل به یک خرابه میشه این خرابه هم همون جاییه که قاتل به عنوان صحنه جرم انتخابش کرده در مورد کشف جسد یک منبع آگاه گفته که مامورای پلیس اول فکر میکردن که با یک عروسک روبروان که آتیش زده شده مادر بیتا که به قتل رسیده از یک سری نشونه ها مثل دستبندی که همراه جسد بوده متوجه میشه که جسدی که داره میسوزه متعلق به دخترشه علاوه بر این در اخبار اولیه گفته شد که از لحظه وقوع جرم تصویربرداری شده و فیلمش رو برای مادر ارسال کردن گفته شده بود که مادر بیتا وقتی که این فیلم رو میبینه میره پیش پلیس به پلیس گزارش میده و مامورای انتظامی بعد از این ماجرا دو سه نفر رو دستگیر میکنند. اما خب بعد از اینکه قاتل به جرم خودش اعتراف میکنه اون دو نفری که باهاش دستگیر شده بودن آزاد میشن و قاتل منتقل میشه به زندان لاکان گیلان یکی از رسانه های محلی استان گیلان در این مورد گفته که دختر نوجوون با هویت بیتا اصالتا اهل پرسر بود ما شنیدیم که مزنونان دو سه نفرن ولی از اول هویت دو تا مزنون فقط اعلام شده بود یکی از اونها هویتش امیر بود که با بیتا در ارتباط بوده و البته ازش خواستگاری کرده بوده و شخص دیگه ای هم هویتش الف قین فقط ذکر شده این آدم دوم همین الف قین گفته که اصلا از ماجرا خبر نداشته اونجا هم نبوده و بعد از دو سه روز هم آزاد شده البته شنیده شده که متهم که مرتکب این جنایت شده حالت عادی نداشته بعد از اینکه اخبار منتشر میشه امیر به قتل بیتا اعتراف میکنه و خب دیگه تقریبا پرونده حل شده بوده منبع من میره سراغ مادر بیتا تا شاید بتونه با اون صحبت بکنه اما خب حال روز این زن اصلا خوب نبوده به خاطر همین یکی از خانواده مقتول رو پیدا میکنه و باهاش صحبت کرده من متن مصاحبه ای که با همدیگه انجام دادن رو براتون میخونم خبرنگار پرسیده که پدر مادر بیتا چند تا بچه داشتن و در مورد سن دقیق بیتا هم سوال پرسیده اون فامیلشون جواب داده که بیتا تک فرزند بود و 16 سالش بود. مادر بیتا توی سن پایین ازدواج کرده بود و وقتی که بیتا به دنیا آمده بود از همدیگه پدر مادرش طلاق گرفته بودن. مادر این دخترم بعد از طلاقش دست دخترش رو میگیره و برای زندگی میرن به قرچک ورامین تهران. خبرنگار پرسیده که تو این مدت بیتا پدرش رو نمیدید. اون فامیله باز جواب داده که هفته گذشته بیتا و مادرش برای تعطیلات به رزوان شهر میان قرار بود بیتا بعد از 16 سال پدرش رو ببینه لباس های نو خریده بود تا بره دیدن پدرش و به خاطر همون راهی پرسر شده اما اون روز مادرش میگه که بیا آژانس بگیریم و این مسافت رو بریم بیتا میگه که نه بریم کنار جاده یه ماشین سوار شیم همون جاست که امیر میاد اون رو سوار میکنه و میبرت شهرک چوکا همون جایی که اتفاقات رقم خوردن خبرنگار پرسیده که یعنی بیتا از روی شناختی که داشته سوار ماشین این آدم شده یا نه به زور سوارش کردن جواب داده که این طور که شنیدیم دوستان بیتا دیدن که اون رو به زور سوار ماشین کرده به خاطر همین وقتی که با مادرش تماس میگیرن میگن امیر بیتا رو سوار کرده و برده اگه کاری نکنین ممکنه که بیتا رو بکشه خبرنگار پرسیده که شنیده شده بیتا قصد داشته که با این متهم ازدواج بکنه اما به خاطر اختلافات خانوادگی این اتفاق نیفتاده این موضوع تا چه حد درسته جواب داده شده که بیتا فقط 16 سال داشت توی زمانهایی که مادر بیتا به همراه اون برای دیدن مادر بزرگشون به رزوان شهر می اومدن بیتا با این آدم آشنا شده بود ولی قطعی نمیشه گفتش که اینها قصد ازدواج داشتن خبرنگار گفته که برخی از رسانه ها نوشتن که متهم با مقتول نامزد بوده این موضوع رو به عنوان یکی از آشنایان خانواده تایید میکنین و خب جواب شنیده که نه بیتا قبلا با این آدم در ارتباط بوده اما خب چند وقتی بوده که دیگه با هم دیگه رابطه نداشتن این دقیقا برخلاف خبریه که اون اول منتشر شده بود و گفته بودن که این دو نفر با هم دیگه نامزد بودن باز خبرنگار پرسیده که از روز حادثه هم بگو این آشنا جواب داده که اون روز بیتا میاد کنار جاده تا ماشین خطی سوار بشه و بره دیدن پدرش دوستای بیتا اونو میبینن که سوار ماشین شده و چند نفر از دوستای دیگه متهم هم دنبال اونها را افتاده بودن دوستای بیتا که این صحنه رو میبینن متوجه میشن که ماجرا مشکوکه سری به مادر بیتا خبر میدن و مادر بیتا بعد از شنیدن این صحبت هاست که زنگ میزنه به پلیس و نه بعد از دیدن فیلم ها. خب تا اینجا ما میبینیم که اطلاعاتی که اول منتشر شده بود یعنی اخبار اولیه خیلی زد و نقیز بودن و حرفایی که الان شنیدیم خیلی مقایرت دارن با حرفایی که توی اخبار اول منتشر شده بود. حالا بعد از یک مدتی یکی از منابع دیگر من تونسته یک مصاحبه بکنه با مادر بیتا که خب اون خیلی ابعاد دیگری از این پرونده رو برامون باز کرده بریم سراغ مصاحبه مادر بیتا مادر بیتا که اسمش پرستوه خیلی حال نظاری داره خیلی غمگین تک دخترش رو تک فرزندش رو از دست داده و به خاطر شایعاتی که دور قتل دخترش بوده هم خیلی ناراحته اما بالاخره اولین بار اومده یک مصاحبه کرده و خبرنگار ازش پرسیده که از بیتا برای ما بگو چه خصوصیاتی داشته مادر جواب داده که بیتا کلاس دهم ده بود و فکر درس و مشقش بود دختر پرشور و بازوقی بود مثل همه همسن سالاش دلش میخواست که پیشرفت کنه اهل موسیقی بود کلاس ورزش میرفت و کلا دختر فعالی بود باز خبرنگار از مادرش پرسیده که از ارتباطش با متهم پرونده چی میدونستیم مادر جواب داده که سال 1400 بود که بیتا با این پسر ارتباط داشت. اون موقع من میدونستم که اینها با همدیگه صحبت میکنن اما بعد یه مدتی ارتباطشون قطع شد و من نمیدونم که چی شد که دوباره اینها با هم شروع کردن صحبت کردن. خبرنگار سوال کرده که چطور از ماجرای این جنایت خبردار شدین و مادر جواب داده که یکی از دوستاش به من زنگ زد گفتش که اتفاق بدی برای بیتا افتاده. خبرنگار پرسیده که توی رسانه ها منتشر شده که شما فیلم صحنه جنایت رو براتون فرستاده بودن و اون رو دیدید آیا این مورد رو تایید میکنین و پرستو مادر بیتا گفته که نه به هیچ وجه چنین چیزی وجود نداره و همین شایعاته که بیشتر قلب من رو آزرده میکنه خب همونطور که میبینیم تا اینجا انقدر جزئیات منتشر شده یعنی اخبار اولیه تقریبا میشه گفتش که همه اشتباه بودن امیر نامزده بیتا نبوده فیلمی از لحظه ی آتیش گرفتن بیتا ارسال نشده اما چیزی که مشخصه اینه که امیر با قصد و نیت قبلی بیتا رو حالا یا سوار کرده به زور یا گولش زده بردتش مدرسه و اون رو به قتل رسونده هنوز انگیزش رو از این اتفاق نگفته قبلا گفته بوده که من یک دختر دیگه ای رو میخواستم و اینا اما با توجه به اینکه همه اخبار اولیه که شنیدیم ضد و نقیز بودن اشتباه بودن شاید حتی اون تیکه خبر هم اشتباه باشه اگر جزئیات جدیدی منتشر بشه از این فاجعه من حتما به شما اطلاع میدم و توی ویدیوهای بعدی و ویدیوهای تکمیلی بریم سراغش تا ببینیم بالاخره چه رابیتای 16 ساله همچین سرنوشتی براش رقم خورده خبر بعدی که میخوام براتون تعریف بکنم نقطه شروعش پارساله یعنی 1401 ما تا حالا توی این چنل خیلی در مورد خونه های وحشت مختلف در کشورهای مختلف صحبت کردیم حتی خونه وحشت تهران رو اومدیم بررسی کردیم اما خبری که میخوام الان براتون تعریف بکنم یه سور به همه اینا زده خیلی عجیب غریبه یه خانومی میره اداره آگاهی و میگه که من یک دختری دارم و همسرم رضا چند وقت بیشتر وقتی که دخترم چهار سالش بود تصادف کرد و فوت کرد یه مدتی که گذشت برادر شوهرم رامین اومد خواستگاری من به خاطر اینکه دخترم رها یک زندگی معقولی رو داشته باشه یک سایه بالا سرش باشه با رامین ازدواج کردم و الان دوازده ساله که دارم با رامین زندگی میکنم میگه وقتی که من با رامین ازدواج کردم رها چهار سالش بود اولم رابطه این دو نفر خوب بود با هم دیگه اما یکم که گذشت و وقتی که رها رسید کم کم به سن نوجوانی و بلوغ من دیدم که رفتارش داره تغییر میکنه هم گوشگیره هم گاهی وقتا پرخاشگره و یه جوری برخورد میکرد انگار از رامین میترسید نمیخواست هیچ وقت با اون تنها باشه اول میذاشتم پای بلوغ این اتفاقات رو و میگفتم که خب اتفاق خاصی نیستش اما یکم که گذشت و من متوجه وحشت رها از رامین شدم بردمش پیش روانشناس توی 16 سالگی 17 سالگی این کار رو کرده بود میبرتش پیش روانشناس و رها به روانشناسش میگه که هفت ساله که رامین من رو توی خونه در قیاب مادرم آزار اذیت جنسی میکنه وقتی که روانشناس این اطلاعات رو به مادر رها داده بود مادر رها میاد پیش پلیس ازش شکایت میکنه و بعد از این شکایت پلیس میره سراغ رامین 43 ساله و اون رو دستگیر میکنه رامین اول میگه که نه من همچی اتفاقی برام نیفتاده و داره دروغ میگه و این حرفا اما زیر بازجویی ها اعتراف میکنه میگه که آره من رها رو آزار و اذیت کردم. وقتی که این اعتراف از سمت رامین شکل میگیره پروندهش رو میفرستن تا توی دادگاه بررسی بشه توی دادگاه مادر رها میره توی جایگاه و میگه که من به خاطر اینکه بتونم یک زندگی معمولی رو برای رها بسازم با رامین ازدواج کردم و رامین به اعتماد من خیانت کرده به اعتماد ما خیانت کرده من براش اشد مجازات رو میخوام با اینکه ما با همدیگه یک بچه مشترک داریم ولی میخوام که رامین به اشد مجازات برسه بعد از اون رها میره پشت جایگاه قرار میگیره و میگه که در طی این سالها رامین من رو خیلی اذیت میکرد وقتی که نه سالم شد این کارا شروع شد من رو میبرد توی اتاق به هم فیلم های مستحجن نشون میداد با هم رابطه جنسی برقرار میکرد و من اول خیلی ازش میترسیدم اما کم کم این ترس من تبدیل شده بود به تنفر دیگه دلم نمیخواست باهاش توی خونه تنها باشم نمیدونستم باید چی کار بکنم تا اینکه بالاخره مادرم متوجه شد رفتیم پیش روانشناس و من بالاخره پیش روانشناس اعتراف کردم بعد از اینکه رها هم حرفاش رو میزنه رامین رو میبرن توی جایگاه و رامین که اول اعتراف کرده بوده میزنه زیر حرفاش میگه که من ناراحتی اعصاب و روان دارم به خاطر همین وقتایی که این کارا رو میکردم اصلا کنترل نداشتم کارام دست خودم نیست و این حرفا ولی وقتی که از رامین تست های روانشناسی میگیرن متوجه میشن که اون کاملا داره دروغ میگه و از نظر روانی سالمه بعد از تمام این حرف و حدیث ها و صحبت های شاهدین و صحبت های رامین و تشکیل شدن جلسات دادگاه قاضی حکم خودش رو اعلام میکنه و رامین رو به اعدام محکوم میکنه نمیدونم این حکم چقدر میتونه گذشته رها رو پاک بکنه چقدر میتونه به افسردگی رها کمک بکنه اما واقعا امیدوارم این دختر تا اینجای زندگیش انقدر مصیبت کشیده از این به بعد بتونه یک زندگی سالم رو داشته باشه و یک آینده خوبی رو برای خودش رقم بزنه یه پنجشنبه دیگه در کنار شما بودیم دو تا از اخبار حوادث ایران رو بررسی کردیم البته من تعداد خبرهایی که نوشته بودم بیشتر بود اما خب فکر میکنم که برای این هفته کافی باشه تایم ویدیومون طولانی میشه و نمیخوام که شما خسته بشید اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که ما رو دنبال بکنید ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستانتون هم بفرستید ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید امیدوارم که سلامت باشید